آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو. آقای آرامش، می‌بینیم که روسیه رزمایش‌های مختلفی رو داشته و الان هم با بلاروس داره همراه میشه. آیا می‌تونیم بگیم این رزمایش‌ها برای اینه که داره خودش آماده می‌کنه برای حمله احتمالی به اوکراین؟ بدون شک، اون چیزی که الان بر اساس اون شواهد میدانی به نظر میاد، حدوداً 190 هزار نیروی آماده رزم بر اساس اون برآورده ایالات متحده از 4 جهت، از شرق اوکراین یعنی غرب روسیه، از شمال اوکراین، از مرزهای بلاروس که متحد بسیار خوب آقای پوتین هم هست، از دریای سیاه و شبه جزیره کریمه در جنوب، و از اون طرف هم از اون یگان زرهی و پیاده‌ای که دارن در جمهوری مولدوا، البته یک جمهوری خودمختار هیچ کس نشناسی است به اسم جمهوری ترانسنستار، تنها جای در دنیا است اتفاقا نگه برید هنوز روبل‌های کمونیستی دارن در اونجا استفاده میکنن، ولی مولدوا اونا رو به رسمیت نمیشناسه، ولی اونجا در حد یک تیپ نلشکر اونجا نیرو دارد روسیه. مسئله این است که بله، دارد خودش آماده میکنه. کاری که آقای بایدن کرد چند شب پیش جالب بود. ایشون گفتش که من یقین دارم که روسیه میخواد حمله بکنه. هیچ وقت یک رئیس جمهور ایالات متحده نیامد بگه با یقین که روسیه میخواد حمله بکنه. حالا دو اتفاق میفته. اگر به قول اصطلاح فارسی بخوایم بگیم آقای پوتین بخواد آقای بایدن رو خیت بکنه و حمله نکنه، خب چه خوب، حمله نمیکنه. میگه که بایدن حرفش از آب غلط از آب در اومد، خب باز امریکا میبره. و اگر حمله بکنه، خب پیش بینی آقای بایدن درست از آب در اومده و این جنگ درسته که میشه بغداد رو 29 روزه گرفت، درسته که میشه کابل و طالبان رو در 30 چند روز کاملا پاک سازی کرد از کابل، درسته که میشه کشور رو از لحاظ نیروهای کلاسیک نظامی شکست داد، اما نگه داشتن و فرمان دوایی کردن برای کشور به وسعت اوکراین و به خصوص با بافت قومی که دارد، 1/3 روس تبار دارد، 30% روس زبان، معذرت میخوام 13% روس تبار دارد و 30% روس زبان، و هر چقدر به غرب نزدیکتر میشید اوکراینی بیشتر است، یعنی خیلی از روس زبانهای اوکراین هم خودشون رو اوکراینی اول حساب میکنند. نگه داشتن این کشور به خصوص با کمک های دادن تسلیحات کشنده دفاعی از طرف ایالات متحده و بریتانیا و کشورهای دیگه ناتو، حتی لیتوانی و لاتویا، این رو خیلی هزینه بیشتری برای مسکو خواهد داشت و باید هم هزینه داشته باشه برای مسکو و متحدینش. خب بوریس جانسون هم یک بار دیگه دیدیم که هشدار داده، گفته اگر که جنگ بشه بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ خواهد بود و فاجعه است. خب چقدر ممکنه که بریتانیا و آمریکا بخوان خودشون رو درگیر این جنگ بکنن؟ به صورت مستقیم خیر. ببینید، ناتو از اوکراین عضو ناتو نیست، اما اوکراین همچوار 4 کشور مهم ناتو است: مجارستان، لهستان، اسلواکی، بلغارستان. روسیه همجوار 3 کشور مهم ناتو هست: لیتوانی، لاتویا و استونی. ایالات متحده الان ادوات نظامی هم سنگین و هم نیروی پیاده نیمه سنگین، لشکر 4 پیاده و 101 هوابرد و 82 هوابرد الان دارن میرن در لهستان. اینا دارن کمک‌های میکنن به ایالات، به نیروهای دفاعی اوکراین. همونطور الان میبینید هواپیماهای با فرکانس‌های شدید، اینها رادارهای رادار خنثی‌کن ایالات متحده بر فراز کیف الان در پروازن که جلوی یک حمله سایبری و جلوی رادارهای جاسوسی و هواپیمای جاسوسی روسیه رو بگیرن. نکته آخر، همونطور که موشک‌های استینگر که همه می‌شناسن است، موشک‌های جاولین هم هست که ایالات متحده و بریتانیا مجانی در اختیار اوکراین گذاشتن. چرا؟ چون تانک‌هایی که بودن، 1100 تانک رو روسیه آورده در این نبرد، خب بتونن با اونها مقابله بکنن. جنگ ساده‌ای نخواهد بود. بله، ممکنه کیف رو بتونن چند هفته‌ای تسخیر بکنن. تسخیر یک چیزه، نگه داشتن اون قضیه چیزیه، به اضافه اینکه هزینه انسانی و هزینه مالیش برای روس‌ها و متحدینشون بسیار خواهد بود و بسیار هم باید باشه. ممنونم از توضیحاتتون. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو.